سرخط مهمترین خبرها. خبر بی‌نهایت خوش از جبهه آزادی افغانستان به رهبری یاسین ضیا. خبر شوکه کننده، بم گذاری داعش علیه سفارت روسیه در افغانستان خونسا شد. یک مرد در میدان وردک خودکشی کرد. رژیم طالبان با اختلافات درونی روبرو است. تنشا بر سر حقابه، آب افغانستان وارد ایران شد و ایران دو تن را به شمول یک افغان اعدام کرد. با یاد خدا به مجموعی مهمی این کانال خوش آمدید. بمگذاری داعش علیه سفارت روسیه در افغانستان خونسا شد. رئیس مؤسسه تحقیقاتی مطالعات افغانستان در روسیه از خونسا شدن بمگذاری داعش در برابر سفارت روسیه در کابل خبر داده است. رئیس مؤسسه تحقیقاتی مطالعات افغانستان در روسیه به نقل از منابع آگاه اعلام کرده که اخیراً کارمندان سفارت روسیه در کابل یک بم را در در ورودی این سفارتخانه کشف کردند. در همین حال مقامات سفارت روسیه در تماس با نیروهای امنیتی طالبان و اعزام نیرو از سوی طالبان بم را خونسا کردند. سفارت روسیه گروه داعش را مسئول این عملیات تروریستی میداند. گفته می شود که پس از خونسا ساختن بم در سفارت روسیه، دیمیتری سفیر روسیه در افغانستان با سراج الدین اقانی وزیر داخلی طالبان دیدار کرده است. به گفته منابع این احتمال وجود دارد که موضوع بمگذاری در نزدیکی سفارت روسیه در کابل موضوع اصلی گفتگوی آنها بوده باشد. این در حال است که پیش از این نیز منفجار در نزدیکی دروازه ورودی سفارت روسیه در کابل اتفاق افتاده بود. یک مرد در میدان وردک خودکشی کرد. منابع محلی در میدان وردک از خودکشی یک مرد در ولسوالی جلیز این ولایت خبر میدهند. منابع میگویند که این مرد صبح روز سه‌شنبه 15 هود در روستای شرف الدین خیل ولسوالی جلیز میدان وردک خودش را به داخل یک حلقه چاه انداخته و جان باخته است. نام این فرد محمد نسیم بود و 38 سال سن داشت. در همین حال اعضای خانواده نسیم میگویند که وای به مشکل روانی گرفتار شده بود و به همین دلیل دست به خودکشی زده است. طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفتن. خبر خوش از جبهه آزادی به رهبری یاسین ضیا. دبیرکل سازمان ملل میگوید که جبهه آزادی افغانستان 24 حمله تایید شده علیه طالبان انجام داده است. هیئت امنیت سازمان ملل در افغانستان یعنی یونما امروز چهارشنبه 16 هود گزارش سه ماهی دبیرکل سازمان ملل از وضعیت افغانستان را منتشر کرد. در این گزارش دبیرکل سازمان ملل گفته که جبهه آزادی از اول ماه نوامبر سال 2023 تا 10 جنوری امسال 24 حمله تایید شده علیه نیروهای طالبان انجام داده است. در همین حال گودریج در گزارش فصلی خود گفته که مخالفان مسلح طالبان هیچ چالش سرزمینی برای این گروه ایجاد نکردند. گودریج در گزارش سه ماهی خود ارزیابی توانایی های نیروهای نظامی ضد طالبان را دشوار خوانده، چرا که به گفته او بسیاری ادعاهای مربوط به حملات آنها در شبکه‌های اجتماعی قابل تایید نبوده است. در همین حال گودریج تایید کرده که جبهه آزادی به ترور و حملات کوچک علیه نیروهای طالبان ادامه داده است. در گزارش آمده که حملات جبهه آزادی از سطح روستاها به شهرها گسترش یافتند. آقای گودریج در گزارش خود به عنوان نمونه از 4 حمله جبهه آزادی در پلخمری، بغلان، 4 حمله در کابل، 1 حمله در قندهار، 1 حمله در شهر ایبک سمنگان و 1 حمله نیز در سمنگان یاد کرده است. به گفته دبیرکل سازمان ملل، این حملات زمان اول ماه نوامبر سال گذشته میلادی تا 10 جنوری امسال صورت گرفتند. در گزارش درباره جبهه مقاومت ملی آمده که این جبهه بیشترین فعالیت را در پروان داشته و هیچ حمله‌ای در پایگاه سنتی اشپنشیر انجام نداده است. گودریش افزوده که برخی گروه‌های دیگر مخالف مسلح طالبان نیز اعلام موجودیت و ادعای حمله به نیروهای طالبان کردند، اما هیچ یک از این گزارش‌ها تایید نشده است. دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود نگاشته که ادامه طرح و اجرای سیاست‌های طالبان که حقوق زنان و مردان افغانستان را نقض می‌کند هشدار دهنده است. طالبان اخیراً دست کم 3 نفر را در جوزجان و غزنی اعدام کردند. در یکی از این موارد طالبان دو محکوم به اعدام اعدامی را در غزنی تیرباران کردند. طالبان در جریان حاکمیت و دیمسال خود ده ها نفر را به اعدام های مختلف شلاق زدند.
تنش‌ها بر سر حقابه آب افغانستان وارد ایران شد. منابع معتبر از وارد شدن آب افغانستان به خاک ایران خبر می‌دهند. منابع بر روزنامه 8 صبح می‌گویند که اولی ساعت 8 سه‌شنبه شب 15 هود آب رها شده از افغانستان وارد کانال جریکه در ایران شده است. دست کم دو منبع از نیمروز و سیستان و بلوچستان وارد شدن آب افغانستان به ایران را بر روزنامه 8 صبح تایید کردند. با این حال طالبان و مقام‌های ایرانی تا اکنون به گونه رسمی در این مورد چیزی نگفتند. روز گذشته عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب ایران گفت که تا اکنون حقابه ایران و مردم سیستان و بلوچستان از هیرمند داده نشده است و آب راه شده سال گذشته وارد شورزاره ها و گرزدره ها در خاک افغانستان شد. رژیم طالبان با اختلافات درونی روبرو است. دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش 3 ماهه‌اش از وضعیت افغانستان گفته که از زمان قدرتگیری دوباره طالبان به این سو رژیم این گروه در موارد اساسی حکومتداری به اختلافات درونی مواجه بوده است. در این گزارش که روز چهارشنبه 16 هود منتشر شد آمده که در بخش فراگیر ساختن نهادها و فرآیندهای تصمیم گیری تا اکنون هیچ پیشرفت به دست نیامده است. افزون بر این دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود نوشته که ادامه طرح و اجرای سیاست های طالبان که حقوق زنان و مردان افغانستان را نقض می کند هشدار دهنده است. ایران دو تن را به شمول یک افغان اعدام کرد. سازمان حقوق و بشر ایران گفته که دو تن را به شمول یک افغان در زندان مرکزی شیراز این کشور اعدام کرده است. سازمان حقوق و بشر ایران روز سه‌شنبه 15 قوس با نشر خبرنامه‌ای گفته است که این افراد صبح روز گذشته اعدام شدند. در خبرنامه آمده است حکم دو زندانی از جمله یک تبعی کشور افغانستان که با اتهامات مربوط به مواد مخدر و یا قتل عمدتاً به اعدام و یا قصاص نفس محکوم شده بودند در زندان مرکزی شیراز به اجرا درآمد. طبق گزارش شهروند افغانستان ایمان نام داشته و به اتهام قتل عمدی و قصاص نفس محکوم شده بود. یکی از این افراد مصطفی جمیل صمدی 40 ساله متهم به قاچاق مواد مخدر بود. به گزارش این سازمان فرد سیومی که هم برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بود با عقد مهلت یا رضایت به زندان بازگردانده شده است. و گفته این سازمان اعدام زندانیان که با اتهام مربوط به مواد مخدر اعدام شدند در 4 سال گذشته به طور مستمر و هر ساله افزایش شدیدی داشته است. سپاس که تا ایندم با ما بودید. کافیه چینل رو سابسکرایب به ویدیو را لایک کنید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددگار همه ایتان.